شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، من الهی رهنما، اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت 11 دی روز بزرگداشت جنبختگان راه کارگر را به اطلاعتان میرسانم. یاد یاران یاد باد. اندوهبار است از مرگ ناخواست سخن گفتن، از مرگ سرخ یاران و همرزمانی که چون همه ما عاشق زندگی بودند و به مرگ سرخ تن دادن. به راستی مگر می شود از مرگ سرخ سخن نگفت که مرگ سرخ همچنان توشه راه ماست و جانبازان انقلابی، برپای دارندگان پرچم آزادی و پیشتازان راه مبارزه، مبارزه‌ای که از صد مرگ می گذرد. اندوهبار است که پیشتازان مبارزه همچنان با مرگ ناخواسته دست به گریبانند و جامعه ما به تناوب در اندوه از دست دادن فرزندان برومند و گلهای سرسبد خود به ماتم می نشیند. اندوهبار است که پس از انقلاب خونین مشروطیت بیش از یک سده مبارزه طبقاتی و اجتماعی، گذر از چند دهه خونین و انقلاب توده‌ای سال 1357، هنوز هم مبارزه ما برای کسب آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار سوسیالیسم نیازمند خون و قربانی است. اندوهبار است که نسل اول مادران داغ دیده به نام مادران خاوران با داغ سنگین فرزندان دلبندشان که قربانیان دهه 60 هستند، خود در طی 3 دهه گذشته یکی پس از دیگری در دل خاک جای گرفتن و جای خود را به مادران پارک لاله سپردن، مادرانی که فرزندانشان در جریان اعتراض مسالمت آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 آماج گلوله مزدوران مسلح رژیم قرار گرفتن و در کمتر از یک دهه پس از آن با دو موج تازه تجدید حیات یافتن. مادرانی که فرزندان خود را در دیماه 96 در جریان یک خیزش توده‌ای 10 روزه از دست دادن و مادرانی که در آبان ماه امسال فرزندان خود را از دست دادن. فرزندان برومندی که در اعتراض به افزایش بهای بنزین، تداوم فقر، ادامه بیکاری و بی‌آیندگی در جامعه، گسترش دامنه فساد زمامداران حکومتی از روحانی و سپاهی و دولتی در سراسر ایران به تظاهرات پرداختند. در سنت سازمانی امسال در شرایطی به برگزاری یادمان رفقای جانباخته خود در 11 دی ماه، سال روز اعدام جنایتکارانه رفیق علیرضا شکوهی، نخستین دبیر اول سازمان، از چهره‌های درخشان مقاومت در زندان‌های شاه و شیخ می‌پردازیم که جامعه ما به سوی صدها مبارزه این خیزش عظیم نشسته که در این هفته پایانی آبان ماه جنایتکارانه به فرمان سید علی خامنه‌ای بدون اخطار به گلوله بسته شده اند و تحویل جنازه شمار زیادی از آنان همچنان در گروه تحمیل سکوت به مادران و پدرانشان است. جنایت هولناکی که به گزارش خبرگزاری رویتر به نقل از 3 مقام وزارت کشور حدود 1500 کشته به جای گذاشته که 400 نفر آن زن و حدود 20 نفر آن کودک بودند. در تاریخ 100 ساله مبارزات سیاسی مردم ایران، بیگمان دهه 60 دهه خون و جنون اسلامی بیمانند است. دهه‌ای که ده‌ها هزار تن از مبارزان راه آزادی و برابری، از اقلیت‌های ملی و مذهبی تا هواداران سازمان‌های سیاسی، از سوسیالیست تا مسلمانان دگراندیش، گروه گروه تیرباران شدند و یا در نبردی نابرابر جان باختند. روایت دهه 60 روایت خون و جنون است. روایت جان باختگان کمونیستی است که اجازه دفن جنازه‌هایشان را هم نمی‌دانند و
و با لباسهای غرق در خون به صورت جمعی در گودالها می ریختن و از انبوه آنان خاورانها برپا می شد. روایت دهه 60 روایت رویدادی تاریخی و استثنایی در تاریخ یک کشور و در پی یک انقلاب توده‌ای، روایت رویدادی وصف‌ناپذیر از خشونت، شکنجه و جنایت نظام طبقاتی و ایدئولوژیکی اسلامی به رهبری روحانیت حاکم از یک سوی و از سوی دیگر پایداری درخشان مبارزان راه آزادی و دگراندیش، ایستادگی و مقاومت جانانه، رازداری و پایداری مبارزان در برابر شکنجه و تیرباران، روایتی از وفاداری به آرمانهای انسانی و پذیرش مرگ سرخ و شرافتمندانه، روایتی از احتساس پرچم مبارزه و تداوم مبارزه، روایتی از مقاومت، آنچنان مقاومتی که مرزی نمی شناسد و همین بیمرزی مقاومت است که بقای سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان ما را تضمین می کند. سازمان ما هیچگاه فداکاری صدها جانباخته راه کارگری و انبوه اسیران مقاوم و جان به در برده خیش را فراموش نمی کند. از این رو با تمام این عزیزان پیمان می بندیم که یک لحظه از آرزوهای انسانیشان برای رهایی کوتاه نیاییم. در طی این دهه که شمار زیادی از برجسته‌ترین و فداکارترین یاران ما در کنار دیگر مبارزان سیاسی در شرایطی در برابر شکنجگران، بازجویان و حکام شرعی که الفبای حقوق انسانی را هم نمی شناختند، از پایداری در برابر شرایط دشوار زندان، شکنجه و اعدام حماسه می ساختند، دست ما برای خبررسانی درباره آنان بسته بود. در شرایطی گزمچی‌های رژیم اسلامی شبانه روز دستند در کار بازداشت مبارزان سیاسی و چهره‌های شناخته شده زندان‌های شاه بودند، سازمان ما که شمار زیادی از زندانیان زمان شاه را در بر داشت، با دو مقوله متضاد دست به گریبان بود. از یک سو از چگونگی بازداشت، جریان بازجویی و اتهام انتصابی و سیر پرونده شماری از رفقای بازداشت شده بیخبر بود و بیم آن داشت که مبادا خبررسانی درباره بازداشت و بازجویی آنان بر ذخیره اطلاعاتی رژیم بیفزاید و به زیانشان تمام شود. اما قضیه بعد دیگری هم داشت و گروه گروه از رفقای بازداشت شده از همه سازمان‌ها به گونه‌ای ضربتی تیرباران می‌شدند که گاه اعلام خبر بازداشت آنان با محاکمه ضربتی و تیرباران‌های شبانه همزمان می‌شد. دامنه گسترده روابط سازمانی، سنت دیرینه محفلی و جابجایی مبارزان سیاسی هم به گونه‌ای بود که مجال دفاع از یاران دربند و افشاگری برای نجات آنان میسر نمی بود و به همین سبب سازمان‌های سیاسی نه از بازداشت شدگان به هویت فردی که تنها از جانباختگان نام می بردن و از زندانیان سیاسی در کلیت خود. آری، باید پاس بداریم یاد یارانی را که در برابر شکنجه‌های وحشیانه و تیرباران‌های ضربتی دلاورانه ایستادند و تلاش‌های شکنجگران حزب‌اللهی و حکام شهر را ناکام گذاشتند و هر کدام به نوبه خود اسطوره‌ای شدند از پایداری و دلاوری. با نه بلند و رسایی که سر می‌دادند به استقبال مرگ می‌شتافتند. مرگ آری، تسلیم هرگز. ما نه یک سازمان فرقه‌گرا هستیم که بر طبل فرقه‌گرایی بکوبیم و نه یک سازمان قهرمان پرور و قهرمان پرست. اما آنگاه که زبانها گشوده می شود و یا قلمها به چرخش می آید و در ورای 3 تا 4 دهه در بیان یادها و یادمانها از دوست و دشمن سخن از وصف حماسه آفرینی و تسلیم ناپذیری شماری از یاران شناخت
شناخته شده و ناشناخته به میان می آید. نمی توانیم بی تفاوت بمانیم و همچنان ارج می گذاریم و پاس می داریم یاد آنان را و حماسه آفرینی آنان را و ایستادگی دلیرانه آنان را. یاد یاران، یاد همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم، یاد همه جانباختگان دگراندیش و یاد مادران خاوران که آرزوی یافتن نشانی از مکان دفن فرزندان دلبند خود را به گور سپردن، همچنان گرامی می داریم و بر پیوند مبارزاتی خود با نسل تازه از مبارزان که بی محابا پای به میدان گذاشتن و با خانواده های داغ دیده که جوانان و نوجوانان خود را از دست دادن تأکید می ورزیم. گرامی باد یاد همه جان باختگان. شکنجه و اعدام ملقا باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. سرنگون باد رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. کمیته مرکزی سازمان راه کارگر، 28 دسامبر 2019.